ما کشوری هستیم از نظر دفاعی مخصوصا پدافند هوایی که شبکه تصمیم میگیره کدوم هواپیما رو بزنه، کدوم به سلامت عبور بکنه، از این مدل در این منطقه نداریم. من به جرأت به شما میگم، چون هواپیمای مسافربری یک کشوری در همسایگی ما قصد عبور از فراز جمهوری اسلامی ایران و رفتن به کشور دیگری رو داشته، ناو امریکایی بهش اختار میده، نه اون کشور کمکش میکنه، نه کشور مقصد، نه مبدا نه مقصد، جمهوری اسلامی رزمایشش رو تعطیل میکنه. دی ماه 95 اینا مسبوق به سابقه است، اسنادش هم که بح. موجوده. خب اینها جمهوری اسلامی کمک میکنه، ناو دور میکنه و میگه شما حق ندارید این اختار بدی، مسافربریه، اون به سلامت عبور میکنه و ناوم تشکر میکنه. جمهوری اسلامی این افتخار رو داره هواپیما تشکر میکنه، بله، که هواپیمای ایساف نظامی امریکایی رو شبکه پدافند هوایی همونطوری که تو ارتفاع 47000 پایی میاره مینشونه و ثابت میکنه داخل این 108 نظامیه و خلبانش خلبان ناتو، اون عضو نیروهای ناتو بوده، می نویسه که من عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از جمهوری اسلامی ایران و بعد از 7 ساعت بهش اجازه عبور داده میشه. همونطور همون آرکیوفور گلوبال هاگ تو تنگی هرمز با هدایت شبکه یک پارچی پدافند هوایی مأموریتش محول میشه به نیروی پدافند سپاه که اون رو در ارتفاعی که حتی چک نشده بود موشک منهدم بکنه. و همونطور پدافند هوایی در یک تعامل با وزارت امور خارجه در سال 91 میبینه که یکی از سران اروپایی بدون مجوز میخواد از فراز جمهوری اسلامی ایران عبور بکنه، اجازه عبور نمیده و اون هم کشورش عذرخواهی میکنه.